ما رو برکت داد. خدا رو شکر برای یک ماه ژانویه که پشت سر گذاشتیم. ماهی که به صورت خاص از طرف کشیشان عزیز ما انتخاب شد و هدایت شدیم که در دعای بیشتر در روزه در تفتیش قلبی باشیم به خاطر اینکه بتونیم خودمون رو برای سال 2021 باقی این سال سالی که به نظر من خیلی پرماجرا خواهد بود. نمیدونم چرا فقط احساس میکنم پرماجراتر از 2020 و نیاز داریم واقعا که آماده بشیم برای سالی که پیش رو هست آماده کنیم و در واقع با این دعاها با این روزه ها با تفتیش قلبی برای خودمون و برای کلیسای خودمون در واقع فکر میکنم دعا و آرزوی همه ما این هستش که سالی رو داشته باشیم که حضور پررنگ خدا در تمامی قسمت ها با ما باشه، حضور همیشگی او، حضور دائمی او با ما در تمامی قسمت ها در زندگی شخصی، در خدمتی، در کلیسای ما باشه و حضوری که میتونه در واقع با خودش قدرت و قوت رو به همراه بیاره در درون ما، در زندگی های ما. هر موقع حضور خدا میاد عزیزان قوت و قدرتی در این حضور هست، در خانه های ما، در خانواده های ما، در کلیسای ما، در خدمت های ما، هر جایی که ما قدم برمیداریم این خداوند هستش که میخواد قوت خودش رو به ما ببخشه. و دو هفته پیش برادر عزیز ما کاوه با موعظه‌ای که داشت چه یادآوری زیبایی بود از مشارکت با روح القدس، درست از دوستی با روح القدس، این رابطه‌ای که ما چقدر تو مخصوصا ماه‌های تابستان در مورد شنیدیم. در واقع این روح القدس هستش که میاد و به ما قوت می‌بخشه، به ما قدرت می‌بخشه. اون حیات، اون قدرت آسمانی که ما نیاز داریم توسط روح القدس هست که به ما در زندگی‌های خودمون بخشیده میشه تا ما شاهد عیسی باشیم. عیسی مسیح خداوند در اعمال رسولان باب 1 آیه 8 به شاگردان خودش گفت چون روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. پس دلیل آمدن روح القدس این بود که ما شاهد مسیح بشیم، ما از طریق قدرت گرفتن. پس می‌بینیم هر موقعی که از آن روح القدس میاد و مشارکت عمیق به روح القدس باید یک قدرتی رو به همراه خودش داشته باشه. و ما این رو در کلام خدا در همون موقع می‌بینیم، در اعمال باب 2 وقتی پنتیکاست اتفاق افتاد در باب 2 و 3 می‌بینیم که چطور وقتی که روح القدس بر شاگردان اومد اونا دیگه انسان‌های قبلی نبودن. اونا دیگه آدم قبلی نبودن. پتروسی که عیسی رو 3 بار انکار کرد چطور ایستاد و با قدرت شروع کرد به موعظه کردن، خبر خوش رو گفتن. یک قدرتی اومد در اونها که شروع کرد این قدرت اثر گذاشتن به بیرون و جاری شدن و زندگی و خدمت اونها دیگه مثل قبل نبود، با یک قدرتی همراه بود. این قدرت از اون انقدر زیاد بود در اونها که حتی کلام خدا میگه سایه اونها وقتی بر مریضان میافتاد مریضان شفا میگرفتند. این قدرتی بود که اونها داشتن. و یه سوال من میخوام از شما بپرسم، آیا روح القدسی که امروز ما داریم، روح القدسی که در ما ساکنه، همان روح القدسی هست که در شاگردان بود؟ کسایی که موافقن با من میتونن دستاشون رو بلند کنن. چه کسانی نظرشون این هستش که این روح القدسی که امروز هست با اون روح القدس فرق میکرد؟ خب خدا رو شکر پس همه با هم موافق هستیم. پس اگر عزیزان سوال اینجاست، این روح القدس همان روح القدسه، پس امروز این قدرت این روح کجاست؟ در زندگی های ما، در خانه های ما، در روابط ما، در کلیسای ما، در خدمت های ما، این قدرت روح القدس کجاست؟ اگر روح القدس همان روح القدسه، چرا ما این قدرت رو امروز با اون کیفیتی که کلام خدا به ما معرفی میکنه در اعمال رسولان چرا ما تجربه نمی کنیم؟ روح القدس که همون روح القدسه، پس این طرفی مشکلی داره که ما هستیم. عزیزان بیاییم با هم دیگه ببینیم که از کلام خدا که اساساً این قدرت بر چه کسایی میاد. آیا هر کس که روح القدس رو دریافت میکنه اون قدرت رو هم دریافت میکنه؟ اگر اینطوری بود که واویلا بود، هر کسی روح القدس رو میگرفت و صرف نظر از نوع زندگیش، نوع چیزهایی که بهش اشاره میکنه قدرت میگرفت، دیگه اصلا دنیا به پایان میرسید فکر میکنم. و یا ملاک دیگری بجز فقط دریافت روح القدس هست که برای خدا مهم باشه؟ آیا ملاک دیگه ای هستش که برای خدا مهم باشه، برای اینکه این قدرت رو به ما ببخشه؟ امروز فقط یک آیه رو میخوایم با هم نگاه کنیم، آیه ای که من هفته گذشته در پایان موعظه خودم در کلیسای نور هانوفر بهش اشاره کردم و خیلی از همون موقع قلب من رو با خودش مشغول کرد و اتفاقا وقتی موعظه کشیش نسرین عزیز رو هم برای هفته گذشته گوش دادم دیدم کوتاه اشاره کردن به این آیه. در دوم تواریخ باب 16 آیه 9
میگه زیرا چشمان خداوند در تمام جهان گردش میکند تا قوت خود را بر کسانی که دلشان به تمامی وقف اوست نمایان سازد. ترجمه قدیم میگه زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد میکند تا قوت خیش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. آمین. عزیزان همین یک آیه راز بسیار بزرگی رو در درون خودش داره. یک راز خیلی بزرگی رو در درون خودش داره. آره اینجا خیلی داره خطرناک میشه خواهرم. اصلا خاموشش کن. قدرت روح القدس آمد، شمع از پایین شروع کرد به روشن شدن. خدا رو شکر. دیگه من اگه چیز شد حواسم هست. فوت میکنم. مرسی. از همین یک آیه قدرت خیلی بزرگی رو در درون خودش داره و دعای من این هستش عزیزان. دعای من واقعا در طول این یک هفته این بود و این هست که امروز روح خدا این راز رو برای تک تک ما آشکار کنه. برای ما باز کنه تا همگی ما بتونیم با قدرت و قوت حقیقی زندگی کنیم، تا یک زندگی پیروزمند داشته باشیم. واقعا سرود اولی که خوندیم، تا چشمان دل ما باز بشه. خداوند چشمان و گوش‌های روحانی ما رو باز کنه تا این راز رو، این کلید رو امروز از خدا بگیریم تا بتونیم وارد این زندگی قدرتمند بشیم. قسمت اول این آیه خیلی برای من زیباست. میگه زیرا چشمان خدا در تمام جهان گردش میکنه. زیبا نیست؟ من و شما نباید دنبال خدا بگردیم. من و شما نباید دنبال خدا بدویم و از او قدرت بخوایم، از او چیزی بخوایم. من و شما نباید کارهای انجام بدیم تا شاید خدا به ما یک قوتی بده، به ما یک حیاتی بده، به ما یک شادی بده. میگه این چشمان خداست. خدایی که قادر مطلقه، خدایی که آسمان‌ها و زمین رو خلق کرده. خدایی که از ازل بوده، خدایی که تمام کائنات، که کره زمین، انسان که هیچی، کره زمین در مقابل عظمت اون هیچه. میگه چشمان این خدا روی این زمین دنبال من و تو میگرده. چه عشقی هست، چه عشقی هست، چه محبت عمیقی هست در این یک جمله که میگه چشمان خدا در تمام جهان گردش میکنه. اون روزی که عزیز من، برادر و خواهر عزیز، تو قلب خودت رو باز کردی، من و تو قلب خودمون رو باز کردیم و به عیسی ایمان آوردیم، اون لحظه‌ای بود که چشم خدا من و تو رو دید. اون لحظه ای بود که چشم خدا در هر شرایطی که ما بودیم، در گناهان خودمون، در زندگی گذشته خودمون، در مریضی ها، در افسردگی ها، در هر شرایطی که بودیم، این چشمان خدا بود که اون لحظه من و تو رو دید. و بعدش میگه تا قدرت خودش رو به کسانی که دلشان به تمامی وقف اوست یا دل ایشان با او کامل است. جاری کنه. اما دلشان به تمامی وقف اوست یا دلشان، دل اونها با ایش، دل ایشان با او یعنی خدا کامل است. میخوام ببینیم منظور این آیه چه کسانی هستند. آیه کسانی که 100% به عیسی مسیح ایمان دارن، اعتقاد دارن و میگن که او و خدا و خداوند من هست؟ نه. منظور این نیست. آیه کسانی که میگن ما عاشق عیسی هستیم، ما عاشق خدا هستیم و در طول روز ساعتهایی رو میذارن خدا رو پرستش کردن، دعا کردن، کلام خوندن، آیا منظورش این افراده؟ نه. آیا کسانی که در طول هفته وقت میذارن خدا رو خدمت میکنن، کلیسا رو خدمت میکنن، برای دیگران وقت میذارن و او رو خدمت میکنن، آیا منظورش این افراده؟ نه، باز هم نه. از آن من میتونم به عیسی ایمان داشته باشم، 100% باور داشته باشم که او خدا و خداوند زندگی من هست، اما برای خودم زندگی کنم. من میتونم بگم من عاشق عیسی هستم، هر روز پرستش میکنم، کلام میخونم، دعا میکنم، ولی بعد که پا میشم برم دنبال کار خودم، دنبال زندگی خودم، دنبال فکرای خودم. من میتونم عیسی رو خدمت کنم، حتی منی که الان اینجا دارم موعظه میکنم، اما دل من، قلب من جای دیگه ای باشه، جور دیگه ای زندگی کنم. هنوز قسمتی از قلب من، دل من مال خودم باشه و یه قسمتی مال عیسی باشه. اما از اون وقتی خدا میگه تمام دل، منظور چیه؟ ما خیلی موقع دل رو معنیش رو نمیدونیم.
معنی‌های مختلفی داریم. موقع مثلا میگیم دلم درد گرفت یا مثلا میگیم دلم شکست، نه؟ یه تعریف درستی از دل نداریم. چون میتونه افراد متوجه مثلا میگیم دلم شکست یا مثلا دلم درد گرفت یا مثلا چیزهایی که مثلا دل میتونه باشه. اصلا تعریف دل برای خدا چیه؟ اینو ببینیم. وقتی خدا میگه افرادی که با تمام دل، تعریف دل برای ما چیه؟ اولین چیزی که میدونیم ایمان همه ما از دل ما شروع میشه. درسته رومیان باب 10 آیه 9 میگه اگه به زبان خود اعتراف کنی که عیسی مسیح خداوند هستش و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهید یافت. آمین. در دل خود ایمان داشته باشی. از واژه یونانی که تو این آیه و در کلام خدا برای دل استفاده شده تو عهد جدید، کلمه یونانی هستش تحت عنوان کاردیا. کاردیا در معنی لغوی خودش در کتاب مقدس به معنی مرکز حیات و موجودیت یک انسان هست، یعنی مجموع عقل، اراده و احساسات، مرکز حیاتی و موجودیت یک انسان. یعنی دل در کلام خدا به عمیق‌ترین قسمت وجودی یک انسان اشاره میکنه که شخص توسط اون قسمت در زندگی خودش تصمیم میگیره و هدایت میشه. عمیق‌ترین قسمت درونی یک انسان، مرکزی‌ترین قسمت اون. بیایم با توجه به این تعریف این آیه رو یک بار دیگه بخونیم. زیرا چشمان خداوند در تمام جهان گردش میکند تا قوت خود رو بر کسانی که عمیق‌ترین و مرکزی ترین قسمت وجودی زندگی اونها به تمامی وقف خداست نمایان سازد. این تعریف دل هست. کسانی که عمیق ترین قسمت وجودی اونها تماماً و به کمال به خدا تقدیم و تسلیم شده، اونها هستند که قوت رو تجربه می کنند. اگر به خودمون با توجه به تعاریف بالا به دل خودمون اصلا نگاه کنیم، هر کس از خودش باید بپرسه آیا دل ما به تمامی وقف و تسلیم خدا هست؟ چند تا قسمت رو من خدا من رو هدایت کرد، شاید چیزهای دیگه هم باشه که اشاره میکنم. یه قسمت بخشش هست. چرا بعضی وقتا ما نمیتونیم ببخشیم؟ همیشه به موضوع بخشش از دید احساسی نگاه شده، از اینکه افراد لطمه میخورن، از اینکه قسمت‌های از اون وجود اونها آسیب دیده، با توجه به سختی‌ها، با توجه به اتفاقات بد، با توجه به ناعدالتی‌ها، و خدا هستش که شفا میده. همیشه در این قسمت صحبت میکنیم که کاملا درسته، همه اینها 100% درسته. اما یک قسمت دیگه هم داره، بخشش. وقتی عمیق‌ترین قسمت قلب من و تو که تمامیت موجودیت من و تو باشه به خدا تقدیم شده باشه، اون موقع ما نمیتونیم نبخشیم. متوجه این؟ نمیتونیم نبخشیم، چون تمامش از آن خداست. دیگه منی وجود نداره که حقی از خودش بخواد، دیگه منی وجود نداره که حقوقی رو طلب کنه، تماماً اوست. یک روایت جالبی از آگوستین نقل شده، آگوستین قدیس، یکی از پدران کلیسا که لقب قدیس رو گرفت. او پیش از اینکه به عیسی ایمان بیاره یک مرد شهوتران و هوسران و زنباز بود. بعد که توبه میکنه ایمان میاره و سالهای سال بود که از اون منطقه هایی که میرفت برای خوشگذرانی شاید نگذشته. بعد از چندین سال از اتفاقی از یکی از اون خیابانها، کوچه ها عبور میکنه و یک زنی که از قدیم او رو میشناخت، یک زن روسپی، از درون حالا کافه‌ای بوده، باری بوده، هر جایی بوده، او رو صدا میکنه، آگوستین، آگوستین. آگوستین اصلا متوجه اون نمیشه، میاد بیرون و صدا میکنه، آگوستین، آگوستین، نشناختین منم؟ آگوستین بر میگرده به اون نگاه میکنه، میگه اما این دیگه من نیستم، اما این دیگه من نیستم، چون تمام وجود او به خدا تقدیم شده بود، به خدا تسلیم شده بود. قسمتی هست در مورد، میتونم میگم 10:1 و امور مالی، اینو زیاد واردش نمیشم. از اون 10:1 یه چیزی که 100% به قلب ما ربط داره، به دل ما ربط داره، 100%. افرادی که دلشون در قسمت مالی وقف خدا نیست، دلشون در قسمت مالی وقف خدا نیست، قدرت دادن 10:1 رو ندارند. سالها هم تعلیم بدیم، سالها موعظه کنیم، 100 سال هم اگه تعلیم داده بشه، اگه شخصی قلبش، دلش
در امور مالی وقف خدا نباشه هرگز ده یک نخواهد داد. کلیسا باید این وظیفه رو انجام بده، این آموزه مهم کتاب مقدس رو تعلیم بده، اما همه چیز به دل ما برمیگرده. تا زمانی که قلب ما عزیزان هنوز در فکر نیازهای خودشه، در فکر آرزوهای خودشه، نکنه من پول کم بیارم، نکنه نتونم راحت زندگی کنم، خیلی خرچهای دیگه که دارم واجبتره، باید برای ماشینم خرج کنم، برای لباسم خرج کنم، برای خانوادم خرج کنم، برای تفریحم خرج کنم، خیلی چیزهای دیگه که واجبتر از خدا قرار میگیره، چون دل در اون قسمت به خدا تقدیم نشده. یک نفر چند سال پیش من میگفت من هنوز مکاشفه ده یک رو نگرفتم. گفتم واو، مکاشفه ده یک رو تا حالا نشنده بودیم. بعضی منتظر مکاشفه هستن. نه، از این ده یک مکاشفه ای نیست، یک چیز خیلی، یک امر خیلی ساده است، ولی همه چی به قلب من و تو ربط داره. و باز هم این رو بخوام یک مثالی بزنم. من سعی کردم واقعا در هر مورد بگردم دنبال مثال ها و داستان ها. ریچارد ورمبراند رو شاید تعدادی از شما بشناسید، حتما عزیزان میشناسن. یک شبان رومانیایی بود که سالها در زندان کمونیست در رومانی در زندان بود، در جفا بود. او به هر حال وقتی کمونیست رو، افکار کمونیستی اصلا خدا رو رد میکنن، براش فرق نمیکنه تو چه خدایی رو صحبت میکنی، خدا رو رد میکنن و چقدر به مسیحی‌ها جفا رسوندن در رومانی و خیلی از کلیساها رو بستن، کلیساهای زیرزمینی، چقدر کشتن، چقدر شکنجه دادن. واقعا کتابی که اگه میتونم معرفی کنم بهتون، شکنجه شده برای مسیح رو میتونید بخونید. و به هر حال اینها رو بردن به زندان. در زندان ریچارد ورمبراند میگفت ما پرستش میکنیم و دعا میکنیم. بعد از هر پرستش ما میرفتیم شلاق میخوردیم، چون پرستش کردن هم اصلا جرم بود در زندان کمونیستی. گفت با اون گروهی که تو هم سلولی تو اتاق خودمون بودیم، یک روز در دعا بودیم، اصلا در زندانی که به خاطر سرود خوندن، میخوام تصور کنید، به خاطر سرود خوندن شلاق میخوردن. گفت در دعا خدا در دلهای ما گذاشت که ما ده یک نمیدیم در زندان. و میگه ما فکر کردیم، گفتیم که خب ما از چی باید ده یک بدیم؟ و گفتیم خب ببینیم اصلا ما چه چیزی اینجا دریافت میکنیم که بخوایم ازش ده یک بدیم. و میگه نگاه کردیم دیدیم که تنها چیزی که میگیریم غذایی هست که میگیریم. و غذایی که میگرفتن رو هم توضیح میده. میگفت هر روز ما یک ظرف سوپی میگرفتیم که یک آب سیاه بود و این هر روز این رو میگرفتیم یک بار و هفته یک بار یک تکه نان. هفته یک بار یک تکه نان. و میگه تصمیم گرفتیم در زندان ده یک بدیم. نه هفته نانها رو میخوردیم و هفته دهم یک تکه نان رو میدادیم به افرادی که ضعیف بودن، مریض بودن در زندان. چون دل او، دل اونها تماما وقف خدا بود و اثرگذاری که اون شخص داشت که تمام دنیا رو اثر گذاشت از این قوتی بود که او دریافت کرده بود. در مورد مس برای خدمت، مس و قدرت خدا، خیلی موقع خادمی، ما خادمین خدمت، نمیخوام کسی بگم، خودم، ما خدمت میکنیم، داریم زور میزنیم، تلاش به زور، عرق میریزیم، خیلی کارها میکنیم که خدمت کنیم، فقط هیچ قوتی بر ما نیست، هیچ مستی بر ما نیست با تلاش کردن. و بعضا شاید حسادت کنیم به افرادی که یک مستی برای خدمت دارن. اگرم حسادت نکنیم، در جنبه مثبت حسرت میخوریم که چرا فلانی میتونه اینطور خدمت کنه، من نمیتونم، فلانی این مست رو داره و من ندارم. یا میریم سوال میکنیم که چطور میشه تو این مست رو داری، چطور تو این خدمت رو میکنی، اما هرگز از اون شخص آیا سوال کردیم تو در کجاها زندگی خودت رو به خدا تسلیم کردی؟ از چه درهای مرگی عبور کردی در زندگی خودت که الان این قدرت و مس خدا بر تو هست؟ از آن تا قلب من و تو در خدمتمون، افرادی خدمت میکنن، منم شاید میتونم باشم، خودم میگم نمیخوام جدا کنم، با فکر خودم، من میدونم این طرز خدمت من درسته، من باید این کار انجام بدم، من باید اینطوری رفتار کنم، من تجربه، من خودم میدونم. و هیچ ثمر و نتیجه نداره جز خستگی، جز کوفتگی، جز درماندگی. من تجربه کردم بارها عزیزان.
ولی وقتی که مس خدا میاد اصلا نیاز نیست تو کاری بکنی. خدا از طریق اون مس شروع میکنه به خدمت کردن، از طریق اون مس عمل کردن. بجز این که عزیزان تمام دل ما وقف خدا باشه، ما هرگز مسی دریافت نخواهیم کرد. برای جوانان از هر سنی تا مثل من که مجرد هستم، چقدر سخت هست زندگی کردن. چه تصویری از آینده میشه؟ آیا اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا من ازدواج میکنم نمیکنم؟ کی؟ چی میشه؟ چی نمیشه؟ و شروع میکنیم به خودمون فکر میکنیم من باید یک کارهای انجام بدم، من باید یک برنامه‌ریزی هایی بکنم، من باید یک تصمیم هایی بگیرم. بدون اینکه دل خودمون رو وقف خدا کنیم، تسلیم خدا کنیم و همش در ضعف زندگی میکنیم، در شکست زندگی میکنیم، در افتادن زندگی میکنیم، در گناه زندگی میکنیم، نمیشه، من نمیتونم. چقدر افراد زیادی گفتن من نمیتونم. اما عزیزان وقتی تو تسلیم میکنی خودت رو، قوت خدا بر تو میاد و تو میتونی، و تو میتونی. دلی که وقف خدا شده، برادر و خواهر عزیزی که جوان هستی، مجرد هستی، منم خدا رو شکر مثل مجردی مجرد هستم، نمیگن نفسش از جای گرم بلند میشه. سخت هست، اصلا آسون نیست، ولی همه چیز به دل من و تو ربط داره. وقتی دل خودتو تقدیم خدا میکنی، وقتی دل خودتو تسلیم خدا میکنی با تمام وجود، نه اینکه تو دعا خدا و من خودم رو تسلیم میکنم تقدیم میکنم باز بیای بیرون از دعا هر کاری دلت میخواد بکنی، نه، با تمام وجود اونجا قدرت خدا رو تجربه خواهی کرد، اونجا قوت خدا رو تجربه خواهی کرد. در خانواده ها، با فرزندان، در روابط زناشویی، پدر و مادرهای عزیز، چقدر دل شما نسبت به بچه های خودتون به خدا تقدیم شده؟ چقدر؟ آیا این تو هستی که هنوز فکر میکنی که باید تمام زندگی بچت رو در دست داشته باشی؟ تمام فکر برای آینده بچت تو باید فکر کنی؟ تو هستی که همه چیز رو باید کنترل کنی؟ خبر بعد این هستش که شکست خواهی خورد، ضعف بر تو خواهد آمد. ولی وقتی که دل خودت رو، قلب خودت رو نسبت به بچه های خودت تماماً به خدا تسلیم کنی، تماماً به خدا تقدیم کنی، اون موقع قوت خواهی یافت تا یک پدر و مادر خوب برای فرزندت باشی. اون موقع نخواهی ترسی چه اتفاقی میفته. هر اتفاقی بیفته تو این قوت رو داری که از اون زمانها بگذری و عبور کنیم. در رابطه های زناشویی، پولس رسول در افسوسیان باب 5 آیه 22 میگه ای زنان تسلیم شوهران خود باشید همان گونه که تسلیم خداوند هستید. ای زنان تسلیم شوهران خود باشید همان گونه که تسلیم خداوند هستید. و در آیه 25 میگه ای شوهران زنان خود را محبت کنید آن گونه که مسیح کلیسا را محبت کرد و جان خیش را به فدای آن نمود. اول به زنان گفته ای زنان تسلیم شوهر خود باشید. از من نپرسید چرا، دعا کنید خود پولس شاید به شما گفت، من نمیدونم چرا اول به زنان گفته. ای زنان تسلیم شوهران خود باشید. یک تسلیم قلبی و کامل. و این رو واقعا یک داستانی رو ما تابستون با خادمین عزیز در یک کنفرانسی بودیم، کنفرانس خادمین، برادر عزیزی در بین ما بود، پاستور اینگولف السل، عزیزانی که بودن میتونن به یاد بیارن. و یک داستان خیلی زیبایی رو از خودش و همسر خودش در دوران نامزدی تعریف کرد. گفتش که زن من یک روز از من سوال کرد، نامزدم یعنی، و میگفت خیلی عاشقش بودم، خیلی دوستش داشتم و تمام فکرم این بود که او رو محبت کنم، او رو دوست داشته باشم و با هم ازدواج کنیم. و یه روز میگه اومد از من سوال کرد این گلف، اگر ما یک مشکلی در زندگی پیش بیاد و ما به نتیجه نرسیم با هم دیگه، به مشکل بخوریم تو صحبت کردن، چی کار بکنیم؟ میگه من گفتم خب با هم وقت میذاریم در موردش صحبت میکنیم، دعا میکنیم. گفت خب اگه بازم بعدش به نتیجه نرسیدیم،
به یک تفاهمی نرسیدیم. میگه منم یکم گفتم الان داره بحث چیز میشه، گفتم عزیزم بازم وقت میذاریم، بازم در حضور خدا میریم، بازم دعا میکنیم، حتما خدا به ما یک نتیجه ای رو خواهد داد. و میگه که من گفت باز میگه زنم، من گفت اگه بازم دعا کردیم هیچی به تفاهم نرسیدیم، من حرف خدا میزنم تو حرف خودتو میزنی، باید چیکار کنیم؟ میگه اینجا گیر کردم، از این طرفم نمیدونستم چی باید بگم، تو دوران نامزدی بودیم. گفتم من نمیدونم، تو بگو باید چیکار کنیم. و میگه زن من گفت در این نقطه تو هستی که باید حرف آخر رو بزنی نه من. حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم، حتی اگر طرز فکر مختلف داشته باشیم، این تو هستی که باید حرف آخر رو بزنی و من باید اطاعت کنم. به نظر من این زن نه فقط یک زن خدا ترس بود، بلکه یک زن زرنگ بود. راز قدرت رو میدونست. راز قدرت رو میدونست که چطور میتونه در زندگی خودش یک رابطه زناشویی با قدرتی داشته باشه. و این قدرت رو الان داره میچشه. متاسفانه او دچار یک سکته مغزی شد که نصف بدنش فلج شد و همسرش که یک واعظ بین المللی بود که تمام دنیا میرفت و بیداری های روحانی به وجود میآورد، تمام خدمت خودش رو رها کرد و الان داره در یک خانه از زنش مراقبت میکنه. الان چون این زن آیه 22 رو به جا آورد، ای زنان تسلیم شوهران خود باشید همان گونه که تسلیم خداوند هستید، الان اون مرد داره آیه 25 رو اجرا میکنه، ای شوهران زنان خود را محبت کنید آنگونه که مسیح کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. مشکلی که ما عزیزان با تسلیم شدن و وقف کامل داریم، خیلی ما مشکل داریم، من خودم خیلی مشکل، هنوزم خیلی جاگیر میکنم، مشکل این هستش که این دنیایی که ما درش زندگی کردیم و هنوز هم داریم زندگی میکنیم، تعریف غلط، اشتباه و کاملا برعکسی به ما داده. دنیا به ما میگه شخصی که تسلیم میشه، شخصی که کاملا خودش رو وقف کسی میکنه، این یه شخص ضعیفه، این یه شخص بدبخته، این یک شخص حقیر و ناتوانه، از ضعف خودش تسلیم شده، از حقارت خودش تسلیم شده. و همش به من و تو دنیا چی میگه؟ تو باید حق خودت رو بگیری، تو باید تلاش کنی، تو باید قوی باشی، تو باید کارهایی رو بکنی تا قوی باشی. اما عزیزان کلام خدا کاملا تعریف برعکسی رو به من و تو میده، کاملا تعریف برعکسی رو میده. میگه اگر تو تسلیم باشی، با تمام دل خود، با تمام قلب خود تسلیم و وقف کامل باشی، اونجا هستش که قوی خواهی بود، قدرت خواهی گرفت. برای همین هستش عزیزان پولس رسول در رساله های خودش فریاد میزنه که باید طرز فکر شما نو بشه، باید طرز فکر شما عوض بشه. برای چه چیزی در این قسمت عزیزان طرز فکر من و تو ایماندار باید نو بشه؟ برای ما تسلیم بودن، تسلیم شدن، وقف کامل به معنی ضعیف بودن، حقارت نیست. برای ما تسلیم و وقف کامل دری هست که تمام قدرت رو میتونیم ازش دریافت کنیم. این حقیقتی هستش که کلام خدا عزیزان به من و شما میگه. زیرا چشمان خدا در تمام جهان گردش میکنه تا قوت خودش رو بر کسانی که دلشان به تمامی وقف اوست نمایان سازه. عزیزان، برادر خواهری که اینجا نشستی، امروز هم چشمان خدا در حال گردشه، چشمان خدا در حال تردده. برادر و خواهر عزیزی که در خانه خودت هستی، در هر وضعیتی هستی، در هر جایی هستی، چشمان خدا داره بر فراز اتاق تو میگرده، بر فراز این ساختمون میگرده تا پیدا کنه، تا ببینه قلب و دلی که به کمال وقف و تسلیم او هست، تا قوت خودش رو از اعلا بخواد جاری کنه. عزیزان من، خدا میخواد یک چیز رو من و شما خیلی خوب باید بدونیم، خدا خیلی بیشتر از من و تو میخواد که ما یک زندگی در قوت، در پیروزی، در شادی و در سلامتی داشته باشیم. اگر خدا نمیخواست چشمان او نمیگشت. و این سهم من و توست، این قدم من و توست که باید برداریم و قلب و دل خودمون رو عمیقاً و به کمال وقف و تسلیم او کنیم.
و این اولین قسمت میدونید در کجا نمایان میشه؟ دلی که وقف خدا شده، تسلیم خدا شده. اولین جایی که مشخص میشه شخص خودش میتونه بفهمه در دعاهای شخصی خودش هست. شخص دیگه نمیتونه با یک لیستی بره به حضور خدا و بگه خداوند من اینو میخوام، من اونو میخوام، این کار رو بر من انجام بده، اون کار رو بر من انجام بده، این رو انجام بده، اون رو بکن. بلکه میره در حضور خدا و میگه ای خداوند تو چی میخوای که من انجام بدم؟ اراده تو هر چیزی که هست در من انجام بشه، اراده تو هر چیزی که هست از طریق من انجام بشه. و وقتی خدا چیزی رو از اون شخص میخواد که حتی برخلاف میلش هست، برخلاف تمام آرزوها و فریادهای درونیش هست، چون شخص قلب خودش رو به کمال تسلیم خدا کرده، اون شخص حاضره که این کار انجام بده و اینطور زندگی کنه. شخصی که دلش به تمامی وقف خداست فکر نمی کنه که آیا درست هست یا نه، پس خودم چی میشم، آینده خودم چی میشه، خواسته های خودم چی میشه، آرزوهای خودم چی میشه، خوشی و راحتی خودم چی میشه، بلکه فقط و فقط براش اراده خدا مهم هست. و اون موقع میدونی چه اتفاقی میفته؟ دروازه های آسمان باز میشه و قوت خدا بر تو ریخته میشه. اون موقع کیفیت زندگی تو عوض میشه، کیفیت خدمت کردن تو عوض میشه، درک روحانی تو تغییر میکنه، زندگی و خدمت تو پرثمر میشه. حتی بدون اینکه تو بخوای کار خاصی برای خدا انجام بدی، خدا میتونه از تو برای برکت دادن دیگران استفاده کنه. تو وارد یک بُعد روحانی خواهی شد که تنها کلیدش این تسلیم و تقدیم قلبی هست. و شاید کسی در بین ما باشه که بپرسه من تا کجا باید تسلیم بشم؟ چقدر باید تسلیم بشم؟ چه حدی برای تسلیم و وقف شدن من وجود داره؟ یا شاید حتی کسی بگه که حتی در قسمت تسلیم شدن احساس مرگ میکنم. میخوام به تو بگم کاملا در مسیر درستی هستی. در میز عشا عزیزان ما چه چیزی رو میبینیم؟ بدن عیسی و خون عیسی، تسلیم و وقف کامل عیسی تا به مرگ. اگر عیسی تا به مرگ خودش رو تسلیم نمی کرد، من و شما امروز میز عشا رو نداشتیم، میز عشایی برای من و شما وجود نداشت. و خوبه که عزیزان این رو هم بدونیم که عیسی مسیح خداوند این آیه رو خیلی خوب تجربه کرد، چون او دل خودش رو به تمامی وقف خدا کرد، چون با تمام دل خودش کاملا تسلیم خدا بود، قوت خدا بر او نمایان شد و بزرگترین، عظیمترین، حیرت انگیزترین قدرتی که یک انسان میتونست تجربه کنه رو عیسی تجربه کرد و اون قدرت قیامت بود. خدا او رو از مردگان بلند کرد. در فیلیپیان باب 2 هستش که پولس میگه چون او تا به مرگ مطیع شد، خدا او را از مردگان برخیزانید و سرافراز کرد و نامی برتر از همه نام‌ها به او بخشید. برادر و خواهر عزیز، خدا میخواد که من و تو در قوت زندگی کنیم، در قدرت زندگی کنیم. و سوال این هست که آیا ما میخواییم؟ خیلی ها شاید بگن بله خداوند، اما جواب فقط با زبان ما نیست، بلکه آیا حاضریم دل خودمون رو به کمال تسلیم کنیم؟ میدونم در خیلی قسمت‌ها خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی دردهایی رو باید تجربه کنیم، از خیلی از مسیرهایی باید عبور کنیم که بوی مرگ برای ما میده، از خیلی از آرزوها، هدفها که شاید سالها براش فکر کردیم باید دست بکشیم. شاید برای بچه ما باید باشه، شاید برای اهل خانه ما باید باشه، شاید برای چیزی که خیلی دوست داریم باید باشه، شاید برای پول ما باید باشه، برای هر کسی میتونه متفاوت باشه.
خیلی دردهایی هست، اما عزیزان، اما قدرتی که بعدش میاد بر ما همه چیز ما رو عوض خواهد کرد. و این عزیزان، این میز عشا امروز برای من و تو هست، برای کسی که ناتوانه در برداشتن این قدم. میگه خداوند، من میخوام دل خودم رو وقف و تسلیم تو کنم به کمال، اما نمیتونم. امروز خدا قادر از طریق بدن خودش، از طریق خون خودش، از طریق این خوراک مقدس به من و تو قوت آسمانی بده، همون قوتی که او صلیب خودش رو در تپه جلجتا تا به بالا حمل کرد، همون قدرت رو به من و تو ببخشه تا دل و قلب خودمون رو به خدا تسلیم کنیم. بیایم عزیزان، خواهش من و تشویق من از تمامی کلیسا این هست، بیایم تصمیم بگیریم. همه چیز به تصمیم من و شما بستگی داره. عیسی مسیح غول چراغ جادو نیست، عجی مجی لا ترجی قلب ما تسلیم بشه، نه. بیایم ما تصمیم بگیریم تا سال 2021 رو جور دیگه ای ادامه بدیم. مهم نیست از اول سال تا به الان چطور شروع کردی و چطور هست برای تو الان. بیایم تصمیم بگیریم جور دیگه ای ادامه بدیم. بیایم ما تصمیم بگیریم که امسال سال قوت برای ما باشه، سال قدرت برای خانواده های ما باشه، سال قوت و پیروزی برای زنان و شوهران ما باشه، سال قوت و پیروزی برای فرزندان و جوانان ما باشه. امسال سال قوت و قدرت در خدمت های ما باشه، در کلیسای ما باشه. بیایم ما تصمیم بگیریم تا اون قوت روح خدا که بر رسولان بود با همون قدرت در من و تو عمل کنه، همون روحی که قادره حتی سایه ما از یک بیماری بگذره و اون بیمار شفا پیدا کنه. سرهای خودمون رو خم کنیم. هللویا. ای روح القدس عزیز، سخن بگوی خداوند. باور دارم که الان روح خدا موعظه رو ادامه خواهد داد در قلب‌های شما. هر آن چیزی که زبان ناقص من نتونست منتقل کنه، روح القدس شخصا با تو صحبت خواهد کرد. از او بخواه که با تو سخن بگه. ای روح القدس عزیز، هللویا. ای روح القدس، به ما نشان بده که کجای زندگی های ما هست که به تو تقدیم نکردیم. کجای قلب ماست ای خداوند که به تو تسلیم نکردیم. به من نشان بده ای خداوند. کجاست ای خداوند که با قدرت خودم دارم زندگی میکنم، با فکرهای خودم دارم جلو میرم، با قوت خودم دارم تصمیم میگیرم، اما باز احساس ضعف میکنم، احساس ناتوانی میکنم. ای خداوند به من نشان بده.